هورمون مردانه سرنوشت ساز، بله، هورمون تستوسترون. این هورمون جنسی صفات و ویژگی های مردونه رو پدیدار میکنه. اغلب مردم تستوسترون رو به عنوان هورمون جنسی مردانه میشناسن، اما جالبه بدونید که در بدن خانم ها هم این هورمون تولید و ترشح میشه، البته به میزان خیلی کمتر. پس تستوسترون یک هورمون مشترکه، اما در آقایان فوق‌العاده ارزش و اهمیت بیشتری داره. درود همراهان گرامی، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه از کانال دکتر شین. منظور از ویژگی های مردونه رشد عضلانی، تقویت و تحکیم استخون ها، صدای مردونه و یا رشد موهای صورته. هورمون تستوسترون محدود به این علائم نیست و قدرت عضلانی، میل جنسی و وضعیت تجمع چربی در بدن و حتی تولید گلبول‌های قرمز هم وابسته به ترشح این هورمون در بدنه. این در حالیه که متاسفانه میزان ترشح این هورمون با ورود شخص به سن 40 سالگی سالی 2% کاهش پیدا می‌کنه. این موضوع باعث میشه که گاهی اوقات مردان، علل خصوص ورزشکاران، برای افزایش تستوسترون سراغ تزریق وریدی این هورمون برن. قبل از اینکه بپردازیم به اینکه چه روش‌هایی وجود داره که کم دردسر و کم خطره برای افزایش تستوسترون، عوارض قرص و آمپول‌هاشو برمی‌شماریم. بسیاری از مردان از این موضوع بی اطلاعن که استفاده از روش‌های جایگزینی تستوسترون به طور غیر طبیعی باعث توقف ترشح طبیعی این هورمون در بدن میشه. در نهایت سلول‌های تولید کننده هورمون تستوسترون از کار می‌افتند. اگه مردی بعد از مصرف 1 ماه و یا بیشتر از 1 ماه به طور ناگهانی مصرفش رو قطع بکنه، دچار احساس ناخوشایندی میشه، به طوری که سطح انرژیش پایین میاد، میل جنسیش کم میشه و به طور ناگهانی احساس افسردگی میکنه. تمام این علائم باعث میشه شخص دوباره به سمت مصرف تستوسترون، اون هم به روش غیر اصولی، روی بیاره. راهکارهای تغذیه‌ای و تمرینی برای افزایش طبیعی تستوسترون در مردان. در ادامه میپردازم به بهترین راهکارهای تغذیه‌ای برای افزایش تستوسترون در آقایان که همگی روش‌های کاملا کم خطر و تایید شده توسط تمام متخصصان تغذیه و پزشکان در سراسر دنیا هستند. قبل از اون حتما اگر تا حالا عضو کانالمون نشدید، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید و ویدیو رو لایک بکنید. مورد اول اینه که عسل نوش جان کنید. عسل ماده غذایی طبیعیه که علاوه بر تقویت بدن باعث بهبود زخم هم میشه. این ماده غذایی حاوی بوره. بور یک عنصر شیمیایی و سرشار از تستوسترونه. اکسید نیتریک موجود در این ماده غذایی باعث انبساط رگ‌های خونی میشه و این مسئله در داشتن نعوذی کامل تأثیری فوق‌العاده داره. برای گرفتن نتیجه بهتر تمرینات ورزشی و رسیدن به تناسب اندام، حتما از عسل در برنامه رژیم غذاییتون استفاده کنید. پروتئین کافی مصرف بکنید. برای دریافت عضلات به پروتئین نیاز دارید. مصرف پروتئین به تقویت سطوح تستوسترون کمک میکنه. مکمل‌های پروتئین از جمله پروتئین وی یا سفیده تخم مرغ با سطوح بالاتر تستوسترون در ارتباطن. رژیم‌های حاوی پروتئین بالا اثر بهتری بر سطح کلی تستوسترون داره. کارشناسان توصیه می‌کنند در کنار مکمل‌ها از منابع غذایی پروتئینی مثل تخم مرغ و گوشت‌های کم‌چرب استفاده کنید. در نهایت فراموش نکنید که استفاده همگی اینها باید در رنج خاص و استانداردش باشه. صرف اینکه پروتئین و یا مکمل‌های پروتئین مفید هستند، نباید در مصرفشون زیاده روی بکنید. از جنسین غافل نشید. یکی از گیاهان نیروزا و مقوی که شهرت زیادی در جهان داره جینسینگه. جینسینگ فواید فراوانی داره که در اینجا من به چند مورد از اونها میپردازم. جلوگیری از سردرد، افزایش قدرت جسمانی و مقابله با پیری، بهبود حافظه و افزایش شادی و نشاط، افزایش تحمل و بردباری و مقابله با استرس و اضطراب، تنظیم سوخت و ساز و متابولیسم بدن و همچنین افزایش میزان تستوسترون و رفع مشکلات آقایان. از نوشیدن مشروبات الکلی بپرهیزید.
مصرف الکل تولید هورمون‌های مردانه رو مختل می‌کنه. افرادی که به طور افراطی الکل مصرف می‌کنن 40 یا 50% سطح تستوسترون پایین‌تری نسبت به دیگران دارن. الکل تأثیری مستقیم بر عملکرد غدد درون ریز داره و در نتیجه باعث میشه تولید هورمون تستوسترون توسط بیضه‌ها به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کنه. همیشه در جیبتون بادام داشته باشید. فرقی نداره آقا باشید یا خانم. خوردن چند عدد بادام کافیه تا میل جنسیتون افزایش پیدا بکنه. بادام سرشار از زینک باعث تحریک ترشح تستوسترون شده و افزایش میل جنسی رو به همراه داره. برگ‌های سبز اسفناج میل کنید. این برگ‌های سبز میزان استروژن رو کاهش میدن. این سبزی مفید سرشار از منیزیم، ویتامین سی و ای و باعث افزایش سطح تستوسترون در بدن میشه. ماهی تون و قزلالا رو از قلم نندازید. ویتامین دی تستوسترون بدن رو حتی تا 90% افزایش میده. این ویتامین برای حفظ کیفیت اسپرم ها لازم و ضروریه. اگر زیاد در معرض آفتاب نیستین، سعی بکنید ماهی تون و تخم مرغ بیشتری میل کنید. ماهی قزلالا هم کلکسیونی از ویتامین ها مثل ویتامین B6، B5 و B12 که منجر به افزایش تولید تستوسترون میشه. آووکادو رو به سبد میوه‌تون راه بدید. هنوز بیشتر مردم آووکادو رو به عنوان میوه‌ای قابل مصرف و مفید نپذیرفتند، مخصوصا در کشور ما. اما آووکادو شایسته اینه که تو سبد میوه جا داشته باشه. آقایونی که چربی‌های غیر اشباع مصرف می‌کنن، کلسترول مضر کم و در عوض تستوسترون بیشتری دارن. این اسیدهای چرب در آووکادو، مغزها، دونه‌ها و روغن‌های گیاهی به مقدار قابل توجه وجود داره. مصرف سیر رو فراموش نکنید. آلیسین موجود در سیر باعث کاهش کورتیزول میشه و به این ترتیب به تستوسترون مجال کافی میده تا به وظیفه‌اش به درستی عمل کنه. حتما میدونید که کورتیزول هورمون استرس و بالا بودن استرس به میل جنسی آسیب بدی میزنه و منجر به تجزیه و تحلیل عضله میشه. سیر رو به صورت خام مصرف کنید بهتره، چرا که از بیشترین میزان خواص اون بهره مند میشید. میگو رو در برنامه غذاییتون قرار بدید. اگر از غذاهای دریایی خوشتون میاد، باید بدونید که اونها از بهترین منابع ویتامین دی هستند که یکی از ویتامین‌های حیاتی در بدن سازیه. سطوح بیشتر ویتامین دی در مردان منجر به ترشح تستوسترون میشه. افرادی که سطح ویتامین دی بالاتری دارن، ماهیچه‌های قوی‌تری هم دارن. پس اگر تمایل به افزایش قدرت بدنی و حجم ماهیچه‌هاتون هستین، حتما فراموش نکنید که منابع ویتامین دی و یا گرفتن آفتاب روزانه رو فراموش نکنید. تمرینات قدرتی انجام بدین. بهترین تمریناتی که میتونیم برای افزایش تستوسترون پیشنهاد کنیم، تمرینات چند مفصلیه که بزرگترین گروه‌های عضلانی بدن رو درگیر می‌کنه. تمریناتی مثل اسکات، پرس سینه، بار فیکس و پرس شانه برای افزایش سطح هورمون تستوسترون بسیار فوق‌العاده هستند، چون که در این شرایط حجم زیادی از عضلات درگیر میشه و در نتیجه افزایش سطح تستوسترون رو به همراه خواهیم داشت. سراغ درشت مغذی‌ها برین. غذایی که شما میل می‌کنید تأثیر زیادی روی بدن شما و هورمون هاتون از جمله تستوسترون داره. پس همیشه به رژیم غذایی و ورزشیتون توجه بکنید. برای اینکه سطح تستوسترون رو بالا نگه دارید، بهترین کار مصرف مواد غذایی سرشار از منیزیم، روی و ویتامین کا هست. برای تامین منیزیم بهتر از گیاهان سبز تیره، برای تامین روی از حبوبات و برای تامین ویتامین کا به سراغ زرده تخم مرغ برید. چند مورد دیگه برای این که بتونید سطح تستوسترون بدنتون رو در بهترین حالتش قرار بدید. اولین موردش که میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که استرس خودتون رو حتما کنترل بکنید. این موضوع میتونه خیلی سخت باشه، مخصوصا با زندگی در دنیای امروز که سراسر از مشکلات و استرس هاست. اما اگر به استرستون غلبه کنید، بهترین روش برای افزایش هورمون‌های بدنتون دارید. ویتامین ها رو به میزان کافی دریافت کنید.
سعی کنید در درجه اول ویتامین ها رو حتما از طریق منابع غذایی دریافت کنید. اگر آزمایش دادید و کمبود اون رو در بدنتون احساس کردید، بنا به تجویز پزشک از دوزهای پایین میتونید برای کمبود سطح ویتامین های بدنتون اقدام کنید. از جمله ویتامین دی، ویتامین آ، ای و سی. ویتامین سی ویتامینی هست که به صورت روزانه میتونید اون رو مصرف بکنید، مخصوصا اگر شما عزیزان دچار مشکلات سنگ کلیه نیستید. اگر بودید حتما زمان مصرف باید به پزشکتون اطلاع بدید. خواب با کیفیت و خوبی داشته باشید. هر چقدر بتونید راحت تر و با کیفیت تر بخوابید، در نتیجه استرس از شما دور میشه و بدنتون راحت تر ریکاوری میشه و سطوح هورمون بدنتون به میزان نرمالش میرسه. دوستان عزیز، ممنون که همراه هم بودید. منتظر شنیدن نظرات قشنگتون هستم. خدا نگهدار.